سلام، با خبر 6 خوش آمدید. امروز جمعه 4 ماه عقرب سال 1397 هجری خورشید است. در آغاز سرخط چند خبر. فردا روز برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در کندهار. در افغانستان په ځینو ولایتو کې د انتخاباتو په پروسه کې د رای په ورکولو کې زیات مشکلات او زیات ستونزې موجودې وې. غواړم د کندهار ولایت لپاره چې دا ستونزې او مشکلات دلته باید تکرار نه شي. خواست محمد اسماعیل خان بر شکل گیری یک هیئت همشمول برای گفتگو با طالبان. اگر با این ترکیبی از حدود 5 جنا مشترکاً اینا تصمیم چی باشن که کمیسیون ترتیب بشه و با طالبان مذاکره شروع کنن، من یقین دارم که انشاءالله به نتیجه خواهد رسید. برگزاری 7 نشست گفتگوهای امنیتی هرات. ما به جای فرهنگ خشونت و فرهنگ عدم تسامح و دیگر نپذیری، باید به سوی همدیگر پذیری، به سوی بدبستانهای فرهنگی برویم. استقبال گسترده شهروندان از فرجامین دیدار رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان بنیاد رحمانی. با امضای 500 توافقنامه بازرگانی و اقتصادی میان چین و ژاپن. مشروع خبرها. انتخابات مجلس نمایندگان در کندهار فردا برگزار می شود. مقام های محلی کندهار می گویند که تمامی آمادگی ها برای برگزاری این انتخابات گرفته شدند. انتخابات مجلس نمایندگان در ولسوالی های معروف و نیش کندهار به دلیل ثبت نشدن نام های رای دهندگان برگزار نخواهد شد. در همین حال باشندگان کندهار می گویند که کمیسیون مستقل انتخابات باید از تجربه هایش در برگزاری انتخابات در 32 ولایت دیگر کشور آموخته باشد و از تکرار مشکلات در انتخابات در کندهار جلوگیری کند. گلاب‌الدین غبار گزارش می دهد. شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در کندهار آغاز شده است. سرانجام پس از یک هفته انتظار قرار است فردا کندهار گواهی برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان باشد. این انتخابات در مرکز کندهار و 15 ولسوالی این ولایت برگزار خواهد شد. اما در ولسوالی های معروف و نیش این ولایت به دلیل تهدیدهای امنیتی انتخابات برگزار نخواهد شد. این مرد 70 ساله که در شهر کندهار دکان قصابی دارد از دهها جنگ و نابسامانی سخن میگوید و میافزاید که او برای تغییر و فردای بهتر به پای صندوق رای خواهد رفت. دست رو باید سرای رای ورکی چه آقا و پای خواهی در پاره کار وکی. نو دخ پا در جل در پاره که ما زخم نکم. در افغانستان پا زین ولایتو که در انتخاباتو پا پروسه که در رای پا ورکولو که زیاد مشکلات او زیاد ستونزی موجودی وی. غواړم در کندهار ولایت در پاره چه داد ستونزی او مشکلات دلتا باید تکرار نسی. رئیس کمیسیون انتخابات کندهار میگوید که انتخابات در 173 مرکز برگزار خواهد شد و از این میان بیش از 10 مرکز در 5 ولسوالی کندهار با تهدیدهای بلند امنیتی روبرو هستند. موږ د دې نه تجربه واخیستې کوم ځکه چې مشکلات و هغه د ضعف نقطې په مثبت خاطه بوتلې او تغییرات هم راوستل د مرکزی دفتر نه یو ټیم هم په همدې مقصد راغلی و. کاملا امنیتي تدابیر نیول سوي دي. موږ د خپل ولس څخه غواړو چې دا یو ملي پروسه ده، باید خپل سرنوشت په خپله وټاکي. 111 نامزد برای راهیابی به 11 کرسی مجلس که 3 کرسی آن مربوط به زنان می شود بر رقابت خواهند پرداخت. در کندهار بیش از 567 هزار تن برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند.
محمد اسماعیل خان از رهبران پیشین جهادی میگوید هیئتی که به نمایندگی از حکومت و جریان‌های سیاسی برای گفتگو با طالبان شکل می‌گیرد باید در اداره حکومت نباشد. آقای اسماعیل خان می‌افزاید که شورای عالی صلح در 10 سال گذشته در کار گفتگوهای صلح دستاورد نداشته و از همین رو هیئت تازه گفتگو کننده با طالبان باید از حمایت جامعه جهانی برخوردار باشد. از سوی هم هرچند رهایی ملا برادر یکی از بنیانگذاران گروه طالبان با واکنش های روبرو شده، اما آقای اسماعیل خان میگوید که از هر اقدام برای صلح حمایت میکند. حسیبه اتکپال گزارش میدهد. آن که 12 روز از خواست زلمه خلیلزاد برای تشکیل هیئت گفتگو کننده حکومت و جریان های سیاسی میگذرد، اما تا کنون این هیئت شکل نگرفته است. در همین حال محمد اسماعیل خان یکی از رهبران جهادی در گفتگو با طلوع نیوز میگوید که این هیئت باید در اداره حکومت نباشد. اگر با این ترکیبی از حدود 5 جناح مشترکاً اینا تصمیم چی باشن یک کمیسیون ترتیب بشه و با طالبان مذاکره شروع کنن، من یقین دارم که انشاءالله به نتیجه خواهد رسید. آقای اسماعیل خان میگوید که جامعه مدنی، جامعه جهانی، طالبان، حکومت و مجاهدین باید با هم برای صلح کار کنند. ما در هر روند صلح باید خوشبینی نشان بدیم، نه بدبینی، به خاطر که هدف ما هم رسیدن به صلح است. اما نمیتونیم که بگیم که هر مذاکره سرانجام دفتن به صلح برسیم. از این دست کسانی شاید بخبر کسانی اقوی وسند جنگ خبری که خود دیدی حکومت دیر کسان طالبان سره په قطر کې لیدلی دی یا په دوبی کې لیدلی دی یا په ترکیه کې لیدلی دی. در کنار این شورای عالی صلح میگوید که رویدادهای اخیر از جمله برگزاری انتخابات و ترور جنرال رازق باعث تأخیر در تشکیل هیئت گفتگو کننده حکومت و جریانهای سیاسی برای گفتگوهای صلح شده است. واقع هیئت و آینده رو برای مذاکرات که خلیزات و مشروع بانی جریان پواست مخکزی که مستقیمون وی حکومت پا مادگی لری و دقا مشروع به دون و دقا مسئله دکت شاعت و غرزه ولی زلمه خلیلزاد 2 هفته پیش با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کرد. طالبان پس از این اعلام کردند که دو طرف برای ادامه گفتگوها در آینده به توافق رسیدند. 7 نشست گفتگوهای امنیتی هرات امروز در قلعه اختیارالدین هرات آغاز شد. این نشست 2 روزه با حضور نمایندگان 20 کشور و سازمان جهانی برگزار شده. بحران افغانستان و علتهای این بحران و نیز راههای حل آن از بحثهای اصلی 7 نشست گفتگوهای امنیتی هرات هستند. رئیس انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان در این نشست گفته که یکی از علتهای اصلی بحران 40 ساله در افغانستان تضاد افکار و تضاد منافع بازیگران است. کریم امینی در این باره گزارش فرستاده. 7 چتر گفتگوهای امنیتی هرات و جستجوی راه‌های حل به بحران افغانستان. طرفین منازعه بیان گپای خود خرد بزنن و گپ زدن‌ها کمک کند برای کاهش خشونت در افغانستان و منطقه ما. ما به جای فرهنگ خشونت و فرهنگ عدم تسامح و دیگر نپذیری باید به سوی هم دیگر پذیری، به سوی بدبستان‌های فرهنگی برویم. این مرد که درباره تاریخ افغانستان کتاب نگاشته است و استاد دانشگاه ملی استرالیاست، ریشه های بحران افغانستان را چنین برمی شمارد. تا زمانی که هراس افغانان در امتداد مرز رفت آمد داشته باشند و گروه های همچون طالبان از پاکستان فعالیت هایشان را در افغانستان به پیش ببرند، این فوق‌العاده دشوار خواهد بود تا افغان ها با هم صلح نمایند. رقابت برای کسب منابع برای حوزه نفوذ بین بازیگران ملی، منطقه‌ای و جهانی در حوزه افغانستان شکل گرفته که باعث پیچیدگی وضعیت ژئوپلیتیکی افغانستان و معمای امنیت و سیاست در افغانستان شده است.
در این میان نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان که برای نخستین بار در این نشست شرکت کرده است از تلاش‌های ازبکستان برای کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح سخن میگوید. با پیشنهاد حکومت مرکزی کابل با طالبان تماس گرفتیم، حالا هم در داخل تماس هستیم و کوشش میکنیم که طالبان یک لسان مشترک را با حکومت افغانستان پیدا بکنه. گفتگوهای امنیتی هرات برای دو روز در شهر هرات ادامه خواهد داشت. در حالی که انتظار می رود کار اعضای کنونی مجلس نمایندگان با اعلام نتایج انتخابات تا چند هفته دیگر به پایان برسد، اما از بهر غیابت بسیاری از اعضای مجلس ده ها فرمان تقنینی و سندهای قانونی انتظار تصمیم اعضای مجلس نمایندگان را می کشند. در همین حال هیئت اداری مجلس نمایندگان پذیرفته که به علت مصروفیت بیشتر اعضای مجلس نمایندگان در انتخابات درباره 23 فرمان تقنینی که در ماه‌های اخیر به مجلس فرستاده شدند تصمیم گرفته نشده. مسعود انصار گزارش می‌دهد. هیئت اداری مجلس نمایندگان می‌پذیرد که در حدود 23 فرمان تقنینی در 1.5 ماه اخیر از سوی حکومت به مجلس فرستاده شدند، اما از بهر غیبت بیشتر اعضای مجلس نمایندگان درباره این فرامین تقنینی تصمیم گرفته نشدند. در ماه میزان با کمپاین انتخاباتی می رفت وکلا که رفتند و انتخابات برگزار شد، یقینا سکتگی های وارد شده. رئیس تقنین مجلس سنا بی سرنوشتی این فرامین تقنینی را در کار قانونگذاری در شورای ملی اثرگذار می داند. عدم حضور وکلای محترم و همچنان سناتور صاحبا در مجلس بسیار تاثیر منفی میگذاره به روند قانونگذاری. فریادشان همی است که باید مطابق قانون رفتار شود. خودشان در یکی دو ماه اخیر خلاف قانون عمل کردند. پس از تعطیلات تابستانی شورای ملی، مجلس نمایندگان تنها در یک نشست عمومی نصاب داشته است. اعضای ولسی جرگه 5 نفر 6 نفر حضور میافه. سکن نی خیانت به ملت افغانستان، به مردم افغانستان. شما اگر ببینین ماش یک روزی از یا برابر است به یک ماش یک ماهی آموزگاران. مجلس نمایندگان پس از برگزاری انتخابات روزهای 28 و 29 ماه میزان به روز دوشنبه نشست عمومی برگزار نکرد و تنها به روز چهارشنبه نشست عمومی داشت، نشستی که نه نصاب داشت و نه هم آجندای برای تصمیم گیری. اکنون دیده شود که سر از روز شنبه اعضای مجلس نمایندگان به کارهایشان خواهند آمد و یا خیر. دیدار نهایی فصل هفتم لیگ برتر فوتبال افغانستان بنیاد رحمانی با حضور پررنگ شهروندان کشور از داخل و بیرون به پایان رسید. این دیدار دیشب میان تیم‌های شاهین آسمایی و طوفان حریرو در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان یا میدان سبز برگزار شد. نبیل اشرفی در این باره گزارش آماده ساختم. رقابت نفسگیر شاهین آسمایی در برابر طوفان حریرود در دور نهایی فصل هفتم لیگ برتر فوتبال و هواداران هیجانی و شاد هر دو تیم که با تشویق‌هایشان انتظار برنده شدن تیمشان را دارند. تمام بازی هایی که ما تعقیب کردیم به نظر ما طوفان رو طالب موفق ترین تیم بوده. صلح می خواهیم، آرامی می خواهیم، کلگی یک جای سمن با برادرها یک جای فوتبال سیل کند. 10,000 تن برای تماشای زنده این رقابت از نزدیک امشب حضور یافتند. همچنین بازی هایی که دوستانه و در فضای خیلی صمیمی برگزار شود بسیار تاثیر مستقیم دارد. در این مسابقه طرفدار تیم مهمان هستم. خدای شوار همیشه در افغانستان ما همیشه بیارن که مردم با هم اتحاد شوند. و حضور کودکان تماشاگر فوتبال. خوش هستم بسیار که اینجا آمدیم و برنامه اشتراک کردیم. فوتبال رو میبینیم، بسیار خوشایند میباشد. من فقط صلح میخوایم. و سرانجام طوفان حریرود از حوضی غرب با یک گل قهرمان فصل هفتم لیگ برتر فوتبال میشود. واقعا بازی بسیار فوق‌العاده بود. تا آخرین لحظه هیجانی که ایجاد کرده بود در بین بیننده ها.
و طوفان هریرود قهرمان رقابت. لیگ برتر فوتبال افغانستان 7 سال پیش ایجاد شد و هر ساله 8 تیم از 8 حوزه کشور با هم رقابت می کنند. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. چین و ژاپن 500 توافقنامه بازرگانی و اقتصادی را به ارزش 18 میلیارد دلار امضا کردند. این توافقنامه ها در جریان سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به چین امضا شدند. در همین حال نخست وزیران دو کشور بهبود همکاری ها و روابط بازرگانی را میان توکیو و بیجینگ مهم میدانند. چین و ژاپن در حال برگسترش روابط دو جانبه تاکید می‌ورزند که روابط بازرگانی چین با آمریکا تیره شده. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پس از دیدار با مقام‌های چینی توافقنامه‌های گوناگون اقتصادی و بازرگانی میان دو کشور را امضا کرد. یک چارچوب تازه همکاری میان ژاپن و چین در بازار کشور سوم به وجود آمده است. اکنون بیش از 1000 بازرگان از دو کشور گرد آمدند. ما ملت‌هایمان را در بهبود روابط در بخش‌های گوناگون از جمله اقتصاد، تجارت و اختراع با معیارهای جهانی پیشرفت می‌دهیم. چین با ژاپن در حال این توافقنامه‌ها را امضا می‌کند که در ماه‌های اخیر روابط بازرگانی میان بیجینگ و واشنگتن به تیرگی گراییده است. شرکت‌های ژاپنی هزاران نماینده‌شان را به چین فرستادند و ما با 500 توافقنامه به ارزش 18 میلیارد دلار دست یافتیم. این کار نشان دهنده همکاری‌های عالی میان دو کشور و یک چشم‌انداز خوب و امیدوارانه است. چین و ژاپن که بزرگترین اقتصادها را در آسیا دارند در دهه‌های اخیر روابط بازرگانی خوبی نداشتند، اما اکنون این دو کشور می‌خواهند روابط گسترده اقتصادی داشته باشند. نخست وزیران چین و ژاپن توافقنامه‌های به دست آمده را نشانه نقطه عطف تاریخی در روابط دو کشور می‌دانند. و چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. شینت اوکانر، آوازخوان آیرلندی که پیش از این مسیحی کاتولیک بود، اکنون مسلمان شده است. اوکانر که از آوازخوانان پرآوازه آیرلندی بود میگوید که نامش را نیز به شهدا مبدل ساخته است. او در صفحه تویترش از دوستان مسلمانش که از او پشتیبانی کردند نیز سپاسگزاری کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از عربستان سعودی می‌خواهد که محل جنازه جمال خاشقجی خبرنگار و نویسنده دیگراندیش عربستانی را اعلام کند. رئیس جمهور ترکیه می‌گوید که عربستان سعودی باید هویت کسانی که در قتل جمال خاشقجی دست داشتند را نیز روشن بسازد. بدون خبرهای کشور جهان رویدادهای اقتصادی لحظات بعد. و این همچند خبر اقتصادی. قرار است روند صادرات جلغوزی افغانستان به گونه مستقیم به چین آغاز شود. دفتر مشاوریت رئیس جمهور در امور مالی و بانکی میگوید که برای این کار به زودی 3 دهلیز هوایی با شهرهای شانگهای، بیجینگ و گوانجوی چین ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر اتاق تجارت صنایع گفته که بازرگانان نزدیک به 5000 تن جلغوزه را برای صادر نمودن به چین گردآوری کردند. حیدر شاه امید گزارش می‌دهد. جلغوزه افغانستان. چین بزرگترین خریدار و پاکستان بزرگترین فروشنده آن. اما دفتر مشاوریت رئیس جمهور در امور مالی و بانکی میگوید که پس از این بازرگانان افغان فروشنده این فراورده گرانبهای کشور به چین خواهند بود. حکومت های دو کشور یک سال پیش تفاهم‌نامه را در پیوند با صادرات جلغوزه از افغانستان به چین امضا کرده بودند. این بستگی با ما آمادگی
تاجرای ما داره، اما ما تفاهمنامه را تکمیل کردیم، فقط در مرحله امضایش هستیم که با یکی از شرکت های هوایی او را به امضا برسانیم. اگر این اتفاق بیفتد، جلغوزی افغانستان از دستان خریدار انحصاری و سنتیان رهایی می‌یابد و با نام افغانستان و عصای افغانستان به چین صادر خواهد شد. وزارت اقتصاد در طرحی که زیر نام افغانستان مولد آماده ساخته است، گفته است که تنها با جلوگیری از قاچاق و پیشخرید جلغوزه از سوی بازرگانان پاکستانی، درآمدهای افغانستان از جلغوزه از حدود 450 میلیون دلار به 1 میلیارد دلار خواهد رسید. اکثر جلغوزی ما از مستقیم از افغانستان نه بلکه از کشورهای همسایه بخصوص از پاکستان صادر میشه. سالانه ارقام وجود داره بیشتر از 10 هزار تن جلغوزی ما از پاکستان به چین صادر میشه. بر بنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، سالانه در حدود 23 هزار تن جلغوزه در افغانستان تولید می شود. آماری که اتحادیه صادرکنندگان جلغوزه در حدود 33 هزار تن گفته است. مرور بر تازه های ورزش هم بعدتر. در ادامه رقابت‌های شکست ناپذیر که با میزبانی استرالیا برگزار می‌شود، تیم ملی والیبال نشستی افغانستان برابر انگلستان 2-0 شکست خورد، اما مورد حمایت افغان‌های مقیم این کشور قرار گرفت. در این رقابت ملی پوشان ما در ست اول 21-12 و در ست دوم 21-11 شکست خوردند. این در حال است کانون بازی قبلیشان را برابر اردن 2-0 واگذار کرده بود. در همین حال عبدالحنان فردوس در مرحله نهایی بخش پرتاب دسک نشسته با پرتاب 25 متر و 33 سانتی متر جایگاه ششم را گرفت و به مدال نرسید. این در حال است که در چهارمین دور رقابت‌های شکست ناپذیر ورزشکاران معلول ارتش 19 کشور جهان شرکت کرده است. تیم ملی زیر 14 سال فوتبال کشور توانست در نخستین دیدارشان در رقابت‌های سوبروتو کپ با نتیجه 2-1 تیم ایالات پنجاب این کشور را شکست بدهد. در این دیدار که روز گذشته در ورزشگاه امبدکار شهر دهلی برگزار شده بود، برای شاگردان همایون همدر در دقیقه 15 وحیدالا و در دقیقه 50 احمد گلزنی کردند. قرار است فوتبال بازان کشور فردا در دومین دیدارشان در این رقابت‌ها با تیم قوای هوایی هند بخت آزمایی نماید. در حساس‌ترین دیدارهای شب گذشته لیگ اروپا، آرسنال توانست در خانه اسپرتینگ لیسبون به پیروزی برسد. آرسنالی ها که در هفته های اخیر در لیگ برتر فوق العاده کار کردند و به 7 پیروزی پیاپی رسیدند، شب گذشته در لیسبون هم به این روند ادامه دادند و با تک گل دنی ولبک اسپرتینگ را 1-0 شکست دادند. از همان ابتدای بازی شاگردان ساری که در خانه بازی می کردن مالک توپ و میدان بودن و براحتی برنامه های خود را اجرا می کردن. در دقیقه دو روبن لوفتس چک بازیکن جوان چلسی در بازی تیم میهمان را باز کرد و چلسی را 1-0 پیش انداخت. 6 دقیقه بعد باز هم این لوفتس چک بود که گل دوم را وارد در بازی با تک کرد. نیمی اول با برتری 2-0 آبی پوشان لندنی به پایان رسید. در نیمی دوم چلسی بیشتر سعی در حفظ نتیجه داشت و بازیکنان این تیم زیاد خود را خسته نمی کردن. اما روبن لوفتسچک باز هم قصد گلزنی داشت و در دقیقه 54 گل سوم خود و چلسی را به ثمر رساند. پس از این گل باتا در دقیقه 80 یکی از گلها را جبران کرد تا این دیدار با نتیجه 3-1 به سود میزبان خاتمه یابد. برای دسترسی به تازه ترین خبرهای افغانستان و دیگر کشورهای جهان به 4-5-6 به تماس شوید و سپس کلید 1 را دوباره فشار دهید. از اینکه در خبرهای این ساعت همراهی من کرده تشکر. وقت بخیر.